با سلام و درود فروان به شما بینندگان عزیز، انشالله که خوب و خوش و همه جا با ماسک میرید و میایید، دستاتونم میشورید و مراقبید که کرونا نگیرید. باریکالله، آفرین. آره اینه باید هی بگیم دیگه. آره. ما هی میگیم که همه بشنون و گوش بکنن. خدا رو شکر که جانسن جانسن اعلام کرد که شما اگر که دوز دوم رو بزنید 94% سیف هستید از این کرونا. یعنی اینقدر به خودشون اطمینان دارن و FDA اپروف شدن از این مسئله. آفرین بر جانسون. خیلیه این، خیلیه ها، جانسون جانسون. باریکالله، خیلی عالی، بسیار عالی. حالا اینو باید بگیم که در رابطه با کرونا و این صحبت های زیادی که همه دربارش میکنن و همه روزه از درباره کرونا صحبت میکنیم، خیلی خوشحال هستم که داریم میبینیم در کشور ما توجه مردم دارن توجه کنن. درسته واکسن زیاد نیستش رو ندارن اینا، ولی خب توجه رو دارن مردم توجه رو دارن و مسئولین به خصوص توجه بیشتری دارن نسبت به این مسئله که همه داشته باشن. خندمی توجه که میگه، من یادم اون جوکه میفتم که توجه میکنه. خیلی مهمه، ولی توجه دارن واقعا. منتظر خیلی واکسن زدن، منتظر فایزر نشینین، هرچی هست فعلا بزنید. گوش کنم اصلا بسیست نه نه بزنن هرچی نه، ولی دو تا چیزی که دارن خوبه. الان نه خوبش هم ممکن نباشه، من کار ندارم. الان بعضی ها من میدونم نمیزنن، میگن ما باید مهم وایسیم واکسن فایزر پیدا کنیم بزنیم. شما واکسن رو بزنید، فایزر رو پیدا کردید، بازم بزنید، هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ فرقی نمیکنه. من با دکترها چک کردم، هیچ فرقی نمیکنه. واکسنایی که هست الان در ایران، من شنیدم، پرسیدم، در موردش سرچ کردم، واکسن سوئدی هست و واکسن چینی که هر دو واکسنای خوبی هست. خب خود سوئدی ها یادتون باشه واکسن خودشون رو زدن، وای نسادن که فایزر بره اونجا بزنن، همه این واکسن سوئدی رو زدن. بنابراین واکسن ها واکسناییه که همه زدن در سوئد و اوکی بوده. سینوفارم، استرازنیکاست، حالا هر کدوم از اینا تو ایران پیدا میشه بزنید، واقعا قبول کنید از من. بله، باید زدید. بعدم دکتر به من گفت، اتفاقا دکتر کارندیش عزیز به من گفت، گفتش که بعدش هم برن دوباره واکسن بزنن اگر بود هیچ مشکلی پیدا نمی‌کنه. آره دیگه، این مسئله که این زدن این واکسن باعث میشه که چیزی که وارد بدن ما میشه. آره. دکتر ویدا هراوی، حیف خیلی ها که از بین رفتن، میگه که باعث میشه که با این ویروس بجنگیم. بله بله، بدن ما یعنی بجنگ. بله، دیگه بله. بهتره در صورت انشالله که هر چه زودتر خلاص بشویم، که هر چه زودتر نخواهد بود. البته این ویروس حالا حالاها با ما هست، فقط باید مراقب باشیم. ماسکتون رو بزنید، من نمیگم جایی نرید، ما دوست داریم که زندگی به روال عادی برگرده. اگر دوست دارید کنسرت برید، دوست دارید مهمونی برید، دوست دارید برید بیرون غذا بخورید، مراقب باشید، فقط مراقب باشید. خیلی مهمه. اگر میرید کنسرت انجوی کنید، انجوی کنید، هیچ اشکال نداره، فقط ماسکتون رو بزنید، هیچ اشکالی نداره. زیاد اینجوی نکنید. چرا اینجوی کنید؟ نه زیاد یه خود سخته. حالا تو شورت آدم ها تو چه کار داری؟ من شورت آدم ها رو نگفتم، گفتم is too short، یعنی کوتاهه. انگلیسی گفتم عزیزم. بالاخره بعد 40 سال دو تا کلمه یاد گرفتیم، اینم نگیم جلو دوربین. آخه زندگیش فارسی بود، بعد تو شورتش. آره دیگه، قاطی میشه دیگه با هم دیگه. زندگی کوتاه هست. سعی کنید زندگی رو مثبت ببینید، حرفایی که میشنوید و مثبت ببینید، مثبت نگاه کنید، مثبت زندگی کنید، ولی مثبت هم برید، یعنی ماسک رو بزنید، دستتون هم بشورید و سعی کنید زندگی کنید دیگه. زندگی خوب، نه بد، همیشه خوب. آره، زندگی تو شورت. یاد هوتن، یاد خانجون هم بخیر. خانجون داشتیم درباره صحبت میکنیم درباره کرونا، دیدم یک عروس دامادی، اگر اشتباه نکنم فکر کنم داماد جزء کسانی بودش که توی همین آمبولانس کار میکرده یا هرچیز، ولی عروس عقد رو در آمبولانس گرفتن. آخه. و گفته من میخواستم این کار رو بکنم که حمایت کرده باشم و سپاسگزاری بکنم از کادر درمان.
برای همین ممنون هم ممنون از کار قشنگی درمان. بود کار قشنگی بود همتون فقط اینجا واسم واسم اینی که باید گفته مثلا یادت قبلا تو خونه که میگرفتن خب مثلا وکیلم بنده بعد بگم از طرف مثلا عروس رفته گل بچینه خب حالا چی میچینه اینجا توی توی آمبولانس مثلا عروس رفته اکسیژن بگیره مثلا دفعه دو عروس رفته واکسن بزنه That's cute. یه حالتی باید باشه دیگه. یه چیز اینجوریه. آره یه پانی باشه. That's آره. nice. آره برسونم. خسته نباشید. آیا به بنده وکالت می دهید که شما را به عقد نکاح دائم باقی شرعی قانونی و خوشبختی داماد محترم جناب آقای علیرضا ابتهی با مهریه‌ای که خواندم و شنیدید درآورم بنده وکیلم عروس خانم عروس هم دارم بیارم. زوج جوان فسایی زندگی مشترک خود را در تصمیمی عجیب و به صورت متفاوت از داخل آمبولانس آغاز کردند. من با این کارم میخواستم از مردم به خاطر رعایت کردن پروتکل بهداشتی و اینکه مراسمشون رو ساده‌تر برگزار کردن قدردانی و تشکر کنم. حالا مراسم با خوندن خطبه عقد از داخل آمبولانس شروع میشه. عروس خانم با توجه به مهریه خوانده شده آیا بنده از طرف شما وکیلم؟ بسم الله الرحمن الرحیم با توکل به خدا و با اجازه پدر مادرم و بزرگترهای جمع بله اللهم صل علی محمد و آل محمد من میخواستم با این کاری که انجام دادیم اول اینکه با شغل همسرم بیشتر آشنا بشم و بدونم چه سختی‌هایی داره و بهش ثابت کنم که در با وجود همه سختی‌ها در کنارشم و اینکه می‌خواستیم یه زحمتی رو از دوش کادر درمان برداریم و اینکه قدردان زحماتشون باشیم مراسم عقد ساده این زوج جوان فسایی که با هدف ترویج فرهنگ ساده زیستی زندگی به مناسبت 26 شهریور ماه روز فوریت‌های پزشکی برگزار شد در میان اخبار تلخ و ناامیدکننده ویروس کرونا خوشحالی وصف نشدنی در بین همکاران داماد ایجاد کرده بود. تو این دو سال اخیر بچه‌ها خیلی خسته شده بودن و با این کار واقعاً خستگی از تنشون بیرون رفت. روز بسیار خوبی بود. واقعاً در این شرایط کرونایی که همه بچه‌ها درگیر مسائل کرونا بودن، بچه‌ها رویه گرفتن با این اقدام. یادمون باشه ازدواج ابزاری برای خودنمایی و فخر فروشی نیست، بلکه پیوند دو جوانی هست که باید به ساده‌ترین شکل ممکن برگزار کنند. تا از وارد شدن هزینه‌های اضافی با آنها جلوگیری بشه. بسیار عالی. خب. اومدم در کوچه‌تون، سر خونه‌تون، خونه نبودی. عربستان، عربستان سعودی. اوکی. رفت سراغ قانون اساسی. تو حرف نزدی من حرف می‌زنم. خب این ماشاءالله منم خونمون انقدر گنجیش اومده بود، تخم‌گذاری کرده بود، منم نانستاپ حرف می‌زدم. نه، تو سن نون نخواهد نام نشونم که سن من هنوز بالا نرفته. هنوز دارم تون میرم، ایشون داره دنبال چیز میگرد، مطلبش میگرده. نه، مطلبم اساس سعودی برای خانم‌ها قانون اساسی تغییر دادن. در گذشته شما اگه مجرد بودی نمیتونستی بری خونه شخصی داشته باشی، یعنی نمیتونستی تنها زندگی بله. کنی و با خانوادت زندگی میکردی. الان دیگه قانون این عوض شده، باریکلا قانون عوض شده. شما اگر مجرد باشی بخوای بری خونه خودتو بگیری، استقلال خودتو میتونی داشته باشی. مثل که قبلا خانم‌ها درایو هم نمیتونستن بکنن اون که اونم بهشون داد اجازه داده بودن. اگر شما حتی یه کار خلاف بکنین بندازن زندان، از زندانم بیای بیرون، باز دوباره به سرپرست شما رو نمیسپرنت، به سرپرستت که یعنی پدرت باشه یا اینا باشه، باز دوباره شما آزادی اگه خواستی بری خونه دیگه خودت تنها زندگی کنی، باز مشکلی نیستش. بدون حوصلش هم چی که اینا که قانون میذارن، چهار نفر از مردم عادی هم بگن آقا ما با این مسئله مشکل داریم، میدونید یه چی میشه دیگه؟ نه چی میشه؟ یه یادآوری میکنن فقط. آه. ما یه آقایی داشتیم رفت توی چیز، رفت تو سفارت که پاسپورتشو تمدید کنه، دیگه هیچ وقت بیرون نیومد. آه اوکی. آره. برای همه شوخی ندارن. شوخی پوخی خبر نیست. نه نیستش. چون داشتیم راجع به کرونا صحبت میکردیم، من برای علیرضا یک قسمتی رو فرستادم در مورد دختر خانومی، چون راجع به عروسی صحبت کرد. این دختر خانوم قرار بود که ازدواج کنه و ایشون خیلی ضد این بود که واکسن بزنه. یادتون افتاد؟ بله. خیلی ناراحت شد. ایشون 29
9 سالش بود. بله 29 سالش. و خیلی در تلویزیون راجع به این خانم صحبت کرد. ایشون خیلی ضد واکسن بود. برای اینکه به خاطر اینکه رئیسش ضد واکسن بود و توی مخ این کار کرده بود که این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن و ایشون چند هفته قبل از به عروسیش برسه کرونا میگیره. وقتی کرونا میگیره توی بیمارستان یک ویدیویی از خودش میگیره، ضبط میکنه، نشون میده، میگه که من چه اشتباهی بزرگی کردم و خواهش میکنم چون الان من نمیتونم نفس بکشم، من این اشتباه رو کردم، از شما خواهش میکنم شما نکنید، این اشتباه رو نکنید. بله. و چون من 2 هفته دیگه عروسیم، ولی متاسفانه ایشون به اون 2 هفته نرسید و فوت کرد. و این باعث شد که در تلویزیون راجبش هی صحبت کنن که اگر شما خودتون دوست ندارید واکسن بزنید و چیزای بی خودی میگید، کسی دیگر رو تو مغزش نکنید. نه. چون این رئیسش واقعا باعث شد که ایشون جون خودش رو از دست بده، چون این یه دختر جوان بود و اون رئیسه خب سنش بالاتر، جوان 29 ساله با هزاران آرزو، هزاران آرزو. متاسفانه. بله یادتون باشه. پس اگر تا امروز اشتباه کردید واکسن نزدید، حتما واکسن رو بزنید. بزنید. من هم موافقه این مسئله هستم. اوکی. اما در مورد ماشین، خب میدونید که ماشین نیست، ولی میگن الان بهترین موقعیت دارن تبلیغ میکنن، بهترین موقعیته که ماشینتون رو بفروشید چون بهترین قیمت میخرن و میتونید برید ماشین نو بخرید، چون ماشینای نو به زودی داره وارد میشه. این خبر خیلی خوبیه. خیلی خوب. اگر میخواید ماشین کهنه دارید چون قیمت خوب میخرن، برید ماشین رو بفروشید چون به زودی زود ماشین ها داره وارد میشه. این یه خبر خوب، چون میدونید ماشین وقتی کهنه میشه باعث خرج هم میشه دیگه. اصلا تو آمریکا یه جوری پیاده کردن، به خصوص ماشین آمریکایی رو، بعد از 4 سال که قسط تموم میشه خود ماشین هم یه جوری حالش خرابه. آره میگفتن زرتش قمصور. آره قمصور. آره. یعنی چی قمصور؟ اونجوری میشه. آره دیگه. آره. حالش خرابه. برای همین هم این توجه داشته باشید. دوستان عزیزم خیلی از سوال میکنی. بله ما در طول روز، در طول هفته 2 تا برنامه هیسه چیسه اجرا میکنیم. خب وقتی میبینن که ما 2 جور لباس و قیافه داریم. هیسه چیسه 2 بار اجرا میشه در هفته. به خاطر همین دوستان عزیزی میخواییم خبردار بشید یا به دوستان دیگر تو بگید. بله ما 2 بار در هفته. علیرضا برای من یک نامه فرستاد. بله. با گریه. خیلی. ویدا جان. عزیزم. جانم. دلم تنگت میشه. شد. 2 بار بذار در هفته تو رو ببینم. نه 1 بار. گریه. دلم سو. مرد شور این دل را ببرم. برای همین قبول کردم. قبول کرد. خدا رو شکر. خدا رو شکر که قبول کرد. بله. یه شما گفتید میدونی که به خاطر هفته ای که گذشت یا 2 هفته پیش که بود این تعطیلات بود، یه وقتی 3-4 روز تعطیلی میشه تو آمریکا با بهانه‌های مختلف یه سری حراجا رو میذارن. بله. یه آقایی هم میره که برای بچهش و خانومش و خودش اینا بره یک تلویزیون میرن میخرن، یک تلویزیون 70 اینچ خریداری میکنن که ببرن تو آپارتمانشون. هیچ راه بردن بالا هم نداشتن مگه از پلا ببرن و بعدم سخته دیگه، راحت نیست، خیلی سخته ببرن اونجا و ببرنش توی از بالکن ببرن تو خونه. خلاصه آقا میره و دم از پلا که میره بالا خسته میشه، تلویزیون میذاره سر بالکن که یه نفسی تازه کنه. نگو از اون بالا. بچه از راه میرسه. بله. قابل توجه بچه های عزیز و همینطور مادران گرامی، ضربه به اون ضربه که اونجا زده شد، هر کی بود تلویزیون رو مینداخت پایین. برای همین از شوهر ایراد نگیرید، توجه داشته باشید به جاهایی که حساس هست ضربه مستقیم وارد نگردد. الهی قربونتون. بله این تلویزیونی که با 1000 عشق و امید هنوز از بسپای خریداری شده بود و رسید بالا، به این اتفاق براش نمی افتاد. آره استغفر الله. اما در مورد ژیمناستیک
صحبت کردیم در برنامه قبلی. بله. یک ژیمناستیک جدید هم داریم براتون، دوستانی که علاقه به ژیمناستیک دارن با حیوانات. لطفاً این خیلی کار سخته، ولی بمیرم برای اون. نه این قهرمان ژیمناستیک به واقعا این یک هنر جالبه، چون اینجا اونم میگن میگفتن خره خرک خرک بله بله اونم میگفتن خرک، ولی این بیچاره واقعا اینم یه هنره. آره باری کلا، ولی اونی هم که اونجوری میپره رو خره این هنر داره خانم. هنر داره. بعد ببینیم صداش چی میشه بعدش. ممکنه اینطوری در آرزا. برای همین اگر به ژیمناستیک علاقه دارید خواهش میکنم به کلاس بروید. آره. این طریق رو یاد نگیرید. خیلی بدبخت کمرش ممکنه بشکنه. آره بمیرم الهی. آخه این چه کاریه به خدا، من نمیفهمم. طرف فکرده زروعه نکنه. نه. اون اسب داشت. شما نگاه کنید در یک جا، من اتفاقا این فیلم رو با هم نگاه کنیم ببینید این طرف سگش رو چطوری کول میکنه میبره، وقتی میذاره رو زمین باز نمیخواد بیاد دوباره کولش میکنه، بعد اون آقا چجوری نگاه کنید تو رو خدا. عشق رو محبت رو میبینی؟ بعد اونا چیکار میکنه؟ چجوری میشه والله؟ من نمیدونم. نمیتونم بفهمم. من هنوز نفهمیدم. هنوز نفهمم. از عشق و محبت صحبت کردم. نه بفهمیشون. اجازه بدید اینو بگم. خیلی جالب بود. در آمریکا یه سری اتفاقاتی میفته که آدم خوشش میاد با قرارات با شما این خبرها رو تقسیم کنه. یک مدرسه، یک دبیرستانی، یک سرایداری داشته. که این مرد سرایدار خیلی زحمت بکشته، سالها تو اونجا کار میکرده، جوانم بوده، زیاد سن بالایی هم نداره، ولی سالها کار میکرده. مدیر معلما با هم دیگه دست به دست هم میدن و این آقای سرایدار رو سورپرایز میکنن. اونم نه سورپرایز معمولی، براش یه ماشین میخرن و بهش کلید ماشین رو تحویل میدن. نگاه کنید. You still got your money? $1,500. It's yours, baby. It was a little bit more, and so the school got together and we raised the rest of the money, and it's yours. No. We love you. We love you, we love you, Chris. We love you. Oh my stars! It is a god. Oh my stars! Thank you all. I thank you all. Oh, it's all the people. Thank you. Just there's let a you lot know of love that here. What they say about people is not real. چقدر تصویر قشنگی. بسیار. خیلی لذت بخشه. من با چند تا از دوستانم داشتم صحبت میکردم، گفتن که در مملکت خودمون انسانهای خیلی خوبی بله، هستن بله. که دوست ندارن اسماشونو بگن، ولی این انسانهای خوب جمع شدن برای خودشون، جایی رو باز کردن و خودشون میرن میگردن دنبال کسایی که مریض هستن، به خصوص بچه هایی که مریض حال هستن و احتیاج به عمل دارن یا کیموتراپی دارن، اینها رو خودشون با خرج خودشون میارن در بیمارستان، بستری میکنن، مالجه میکنن و حتی خانواده اونها رو اونجا براشون جا میگیرن، یعنی هتل میگیرن، براشون پول غذا اینا میدن، وقتی میدونن که اینها بودجه ندارن که بپردازن، همه کار خودشون انجام میدن، بعد اونها رو میفرستن منزلشون و دوستم ندارن اسمشون گفته بشه. آفرین. و گفتن خیلی از این آدم‌ها در ایران وجود دارن. خیلی و باری کلا به این آدم‌ها. واقعا آفرین.
واقعا آدم آفری میگه. ما بیشتر خیلی از اتفاقات و حرکاتی که در کشورمان رخ میده خودجوشه و خود مردم هستن. خود مردم. به همینه میگفتن. میگفتن مردم خودشون خیلی مهمه. خیلی دست همدیگر رو دارن میگیرن. چون دولت نمیدونم چرا نمیتونه برسه به مردم، ولی خود مردم دارن دست همدیگر رو میگیرن و به هم کمک میکنن. و آفرین بهش. یه خوردم بعضی مثلا یه طرف مثلا قاط زده. مثلا یه کسی از این نمایندای مجلس اومده بود گفت کسی که رفتن ترکیه مثلا کنسرت رفته بودن یارانه‌اش رو قطع کنی. بعد یه کسی برگشته گفته مرد حسابی ببین اینا چند میلیون پول دادن بلشتن رفتن ترکیه واسه یه کنسرت، تو فکر یارانه 45 تومانی و اینا هستی؟ میدونی فکر نمیدونم اینا چجوری فکر میکنن. این داستان یه بار سالها پیش درباره ماری آنتوانت با تو صحبت کردم که در دربار فرانسه وزیرشون وزیر میادش میگه که مردم نون ندارن بخورن و بله. مردم نون ندارن بخورن، ماری آنتوانت برمیاد میگه خب شیرینی بخورن، کیک بخورن. متوجهی؟ این باز دوباره نگاه همون جوریه، آدم سواره از آدم پیاده خبر نداره. اینه باید بهش توجه داشته باشید شما. حالا در باره سواره و پیاده صحبت میکنم، یه تصویر قشنگی دیگه هم براتون دارم که نشون بدم. اونم سربازای آمریکایی هستش، سربازای مورین آمریکا با این لباسهای خوشگل و قشنگیشون، نه زمانی که میخوام برن به جنگ یا توی اون فضای خط جبهه هستن، در زمان عادی روزهای معمولی لباسی که برتن میکنن یک کت خیلی قشنگ سرمه‌ایه با دکمه های طلایی، خط های قرمز رنگ و بعد شلوار های سفید که به پا دارن. و اینا داشتن با هم دیگه سربازارا میرفتن در زمانی که واشنگتن اون سیل اومد و اون باران شدید اومد همین چند هفته پیش. اینها متوجه این ماشین میشن که این ماشین اونجا گیر کرده، همشون خیلی راحت با همون لباس های شیکشون که حتما داشتن به مراسم میرفتن پا رو میزنن تو آب، خیس میکنن، میان به کمک ماشینی که باید حل بدن و این ماشین رو از آب در بیارن و به خشکی برسونن. نگاه کنید. We just got stuck. Thank you so much. Oh my gosh. Thank you so much. Thank you so much. Marine power. This is so cool. Oh my god. This is the most American thing ever. Thank you. آفرین. باریکلا. باریکلا. در سال گذشته می 16 یک آتیش بزرگی در دانتان اتفاق میفته و بیلدینگ بسیار بزرگی شروع میکنه آتش گرفتن و تمام این کسایی که میرن اونجا برای کمک فایرمنا 11 نفر صدمه میبینن، ولی یکی از اینها صدمه بسیار بدی میبینه. یعنی دوتا دستاش طوری میسوزه که اصلا دیگه انگشت نداره، پشتش میسوزه و خیلی خیلی بله. واقعا از زندگی عقب میفته، چوب میشکنه میفته تو آتش. بله. این آقا امروز اون بیلدینگ، صاحب اون بیلدینگ رو سو کرده و دلیل داره. دلیلش اینه که چیزایی که در اون بیلدینگ بوده باعث این آتش سوزی شده. میگه میتونسته کاری بکنه که این آتش سوزی به وجود نیاد، چون این چیزایی که متریالی که اونجا بوده باعث گس و این چیزا شده و این باعث انفجار و این چیزا شده. و ازش پرسیدن چرا این کار کردی؟ گفته به خاطر اینکه کسایی که صاحب بیلدینگ هستن از این به بعد مراقب باشن، اگر متریالی دارن که میدونن بعد ها اگر گرما بهشون بخوره و باعث آتش سوزی میشه کاری بکنن که آتش سوزی نشه، که کسایی مثل من صدمه نبینن. و خدایش این دیگه آره هیچی نداره و واقعا تقصیر همون کسیه که این کار رو انجام داده و واقعا دردناکه. 11 نفر میدونین صدمه دیدن و این حیوانی واقعا یعنی هیچ کار دیگه نمیتونه بکنه. هیچ یعنی دیسیبل شده. بله کاملا. متاسفانه. بله. متاسفانه. بله. تا
نمیدونم در مورد خانم گبی شنیدی که دختر خانم 22 ساله‌ای که گم شده بود با بله بله جسدش رو پیدا کردن متاسفانه. این دختر خانم با دوست پسرش با هم دیگه میرن کوهنوردی مثلا دیگه. بله میرن گردش. میرن کوهنوردی بعدش دوست پسره با ماشین دختره بر میگرده ولی خود دختره بر نمیگرده. آره ولی در راه دعوا داشت. یعنی توی راه یکی زنگ میزنه به پلیس میگه که دو نفر دعواشونه و این پسره چک زده تو گوش این دختره. بعد نشون میده که پلیس وقتی داره باشون حرف میزنه دختره پشت نشسته داره گریه میکنه. بعدم خب میگن ما یه دعوایی کردیم اینا ولی من اگه جای پلیس بودم نمیذاشتم برم چون قیافه دختره خیلی ناراحت بود. و بعد anyway دختره پیدا نمیشه برای چند روزی. چند روزی نبود. FBI میرن دنبالش و بعد جسد رو پیدا کردن. حالا دوست پسره گم شده. دوست پسره رو پیدا نمیتونن بکنن. حالا در این چیز هستن که ببینن که دوست پسره کجا رفته. حالا البته نمیتونن هنوز بگن. آمریکا کشور بزرگیه. بله. برای پیداش میکنن. اگر اون که صد یعنی ما نمیتونیم حالا بگیم که کی این کاری کرده ولی واقعا تو آمریکا پیداش میکنن. خیلی پیدا میکنن کار من نمیدونم راحت پیدا نمیشه. مثل اسرائیل هفته پیش یا چند وقت پیش بود گفتن 6 نفر از زندان اسرائیل فرار کردن. نشیدم. آره 6 تا فلسطینی از زندان اسرائیل فرار کردن که اینها یکیشون به خصوص یه شخصیت مهمی بودش در همین گروه های فلسطینی. در صورت شما نگاه کنید در عرض چند روز یکی از کسانی که مسئولین عملیات بوده برگشته گفته به کارمندانش اینو من خوندم که به مامورا گفته شما نمیخوابید تا این 6 تا پیدا بشه و هر 6 تا رو گرفتنشون بالاخره. یعنی اول 4 تا رو گرفتن بعدم 2 تا دیگر رو گرفتن. حالا آفر یا غیر آفرش به ما رفتی نه یعنی آفر به پلیسا که کار خودشون انجام میدن. این سیستم که اینقدر دقیق کار میکنن یعنی اینا خوب میدونی تو دنیا اگر حرف اول رو تو دنیا از لحاظ اطلاعاتی نزنن حرف دوم یا سوم میتونن راحت بزنن اسرائیلیا نسبت به این کار و موساد. حالا نمیدونم این موساد توش نقش داشته یا نداشته ولی توی از لحاظ اطلاعاتی توی جهان همیشه مقام دوم یا سوم رو کسب کرده. این داستان این پسر هم اتفاقا من صحبتش میکردم به این راحتی نیستش که این بذاره و فرار کنه بره. اینو میتونن بگیرنش توی آمریکا هم یا خیلی جایی کشور حتی کشور خود ما هم ایران هم همینطوره. شما اگر بخواهید حالا توی کشور ما بازداره راحت تر از آمریکاست. شما اگر بخواهید کسی پیداتون نکنه اولین کاری که بکنید یه ماشینتون نباید سوار شی. دومین کاری که بکنید کردیت کارت نباید داشته خرج کنی. سومین کاری که باید بکنید که تصدیق رانندگی اگه تازه گرفتی باید بندازیش دور. چهارمین کاری که باید بکنید اینه که به هیچ عنوان که اولی محسوب میتونه بشه هر کدوم اینا تلفن دستی نباید داشته باشی. شما نگاه کنید یکی از این 4 تا رو باید داشته باشی که تو آمریکا زندگی کنی. بله. یعنی شما اگر کریدیت کارت نداشته باشی سختته که بخواید با نقد خرج بکنید دیگه درسته. حالا باید بخوای بری اتاق بگیری هتل بگیری هر جا بخوای بری باید آیدی داشته باشی. آیدی باشه. باید کارت شناسایی داشته باشی. کارت شناسایی چیپ داره. این مسئله دومشه. سوم یا هر جای شما تو آمریکا هتلی برید یا هر جایی که از کارت شناسایی شما بخواد استفاده بشه 100% بدون شک باید اونجا تو کامپیوتر ثبت بشه. زمانی که ثبت میشه اون اسم در اختیار قرار میگیره در اختیار این چی میگن کمپانی ها یا آره ولی من میگم چک میکنن قرار میگیره. الان که میگن خب 100% دوست پسرش این کار کرد ولی یعنی دیدن که دوست پسر برگشته یا فقط ماشین برگشته؟ ماشین برگشته. ماشین میگن برگشته با دوست پسر بوده توش. دوست پسر ماشین آورده. دیدن پس دوست پسر. چون گفتم شاید یکی دوست پسر رو کشته. ولی داستان کلن به اینجا میرسه که توی آمریکا شما نمیتونی به این راحتی فرار کنی. نه. حالا گفتم اسرائیل کشور کوچیکیه. خیلی راحت میتونه ببنده همه جا رو. پس ببنده شما دیگه نمیتونی بری جایی. نه.
خیلی راحت میتونید بری اونجا. و اینا اینقدر کنترل دارن تو حتی بخشای فلسطینی ها، اینا اینقدر کنترل دارن و اینقدر جاسوس دارن که خیلی راحت میتونن آدم ها رو پیدا کنن. بله، ولی اینجا هم بالاخره پیدا میکنن که چه خبر هست انشاءالله. نمیدونم یه خبر دیگه هم این که مادر و دختری در یک اریای زندگی میکردن که گفتن که مادر بسیار نازنین و خوب بوده ولی دختری یه ذره خلوچلی داشته با اجازتون، و یه 4-5 روزی بود که مادر رو ندیده بودن ولی خب ایشون رو در فریزر پیدا کردن. مامانو؟ بله. خیلی گرم بود چند روز آخه. گرمون خیلی شدید بود. خیلی شدید بود. لس آنجلس بودن؟ آتیش میباره. باری کلا این عروس که به فکر مادر شوهرش بوده. اما نه دخترش بوده. دختره. نمیگن حالا، هنوز که نگفتن دختر کشته، ولی میخوام ببینن چجوری این مادر چجوری رفت تو فریزه. راحت درواز کرد بفرمید. خواهش بکنم عزیزم. الان وقتش شما بودی برید تو فریزه. الان وقتش برو فریزه حرفم نزد. الان معلومه گرما زده شدی. برو تو شربت آلبالو هم داریم خودت بریز از خودت. ولی واقعا چطوری میشه که یک دختر بتونه، حالا ما که نمیگیم این دختر مادر رو کشته، ما که نمیگیم، ولی چطوری میتونه یک دختر، شما چه حرف بی خودی میزنم، مگه اون مادر و پدر در ایران قربونتونم پسر و دخترشون و دامادشون رو کشتن؟ اصلا مثلا من غلط کردم. آره نه خیلی راحتم گفتم من چیز نیستم، اشتباه نکردم، پشیمونم نیستم، کشتم از یه حرفام ندارم، لطفا اگه ممکنه من آزاد کنید میخوام برم خونه. به خدا گفته من آزاد کنید میخوام برگردم خونمو. حالا آقای خورم دیدین خیلی با بحکم حرف زده گفتم. نه من الان که گفت ما باید برم دیگه، من غلط کردم. حالا ما بریم برگردیم، ما برم ولی بر میگردم. بله عضو یوتیوب تپش شوید تا از تازه ترین ویدیوها، برنامه ها، مصاحبه ها و میوزیک ویدیوها با خبر شوید و به صورت HD تماشاگر آنها باشید. تپش. اما اول از همه تبریک داشته باشیم به خانم عهدیه عزیز، خواننده خوبمون. بله. خاطرات زیادی با ایشون داشتیم و داریم و آخرین بار چند سال پیش من در لس آنجلس ملاقاتشون کردم با همسر نازنینشون، انشالله که خوب و سلامت هم باشند و یک بخشی هم دیدم ایشون این عاشق شدم من بود، یکی از همینا بودش دیدم خوندن در یکی از صفحه ها، اگر اشتباه نکنم تو صفحه طلایی داران آنر هستش، که یک خانوم این رو مدیریت میکنه، زحمت میکشه برای بچه هایی که در ایران هستن و ایشون در اسپانیا زندگی بودن البته خانم عهدیه، و اگر موافقین این قسمت خیلی کوتاه با هم نگاه کنیم. عاشق شدم من در زندگانی، بر جان زد آتش عشق نهانی، جانم از این عشق بر لب رسیده، اشک نیازم بر رخ چکیده. اول شب مبارک. سلام علی. سلام. بله. خب بله خب، اما حالا که تبریک گفتی، آقای استیو هاروی رو میشناسین؟ فامیلی فیود نگاه میکنین؟ من خیلی دوست دارم استیو هاروی رو، همیشه خیلی معروفیه که من خیلی دوست دارم. آره کمدین معروفه، بسیار منم دوستش دارم. اصلا نمیدونم طرز حرف زدنش، همه چیش، پوششش، شیمی بدنش خوبه، برنامه‌اش اصلا حس خوبی داره، حس خوبی داره. اصلا زمانی که اومده فامیلی فیود، مثلا 5 تا پشت سر هم باشه، ششمی نیادش ناراحت میشم.
میدونی که مثلا پشت سر هم فرمیفیلد نشون میده. آره بعد مثلا پنج تا پشت سر هم پخش میشه، بعد مثلا ششمیه باز ناراحت میشه که چرا ششمیه مثلا پخش نگیره. بعدم وقتی میخنده از تای دلش میخنده. دیدی یه وقت به حرف بعضیا میخنده و شوخی میکنه، شوخیاش قشنگه، حرفاش قشنگه، خیلی خوشتیپه. یک همسر بسیار زیبایی هم داره، در ضمن یک دختر بسیار زیبا و خوشیکلی هم داره. بله بله. که البته این دخترش یک دوست پسر جدید بله. مایکل بی جوردن. مایکل بی جوردن یک آقاییه که خیلی خوشتیپه، هنرپیشه هالیووده. بله و خیلی هم سر و صدا در موردش هست. خوشیکل هم هسته. خوشیکل. آقای استالون هم اومدش و توی فیلم راکی حضور داشته. بله. بله. نقش پسر آپولو کرید رو بازی کرد. آفرین باری چهلا. و الان داره دیت میکنه دختر ایشون رو و ایشون هم برگشته گفته که من هیچ مسئله با ایشون ندارم و ایشون خیلی هم پسر خوبیه. به میگم پدر زن چی؟ هنکه ازدواج نکردن. میگم پدر طرف. خوب دیگه میگه خوب طرف فازش. البته خودش انقدر پول داره. مایکل بی جوردن؟ نه چیز استیف هاروی. بله انقدر خودش پول داره و انقدرم مردم دوستش دارن. خیلی خیلی دوست داشتنیه. بله بله. البته یادته که یه دفعه یه اشتباه که سر جایزه دادن برای ملکه زیبایی، ملکه زیبایی بله. اشتباهی صدا که بله. اشتباه میشه دیگه. آره. چی شد ملکه چیز بود دیگه، یونیورس بوده. آره آره میس یونیورس. چی نمیدونم چرا اشتباه کرد. برای اینکه رانر آپو اشتباه خوند با قهرمان. آره. شما چیزی که میخونی اون قهرمان نمیشه، متوجه؟ خیلی جالبه اینو توجه یعنی شده. چی شده بود؟ شما ببینیم در مسابقاتی که نفر اول دوم سوم انتخاب میشه میاد اعلام میکنه، میگه اول سومی رو میخونی، اول سومی رو میخونی. اوکی. بعد دو نفر میمونه، دو نفر میمونه، بعد دومی رو میگی نه اولی رو. ایشون گفت and the winner، و برنده کیه؟ در صورت که no, it was the first runner up. Oh. اولین رانر، یعنی نفر دوم محسوب میشه. فرست رانر نمیشه قهرمان. فرست رانر زبان معنیش اینه که نفر دوم. به خاطر همین ایشون این اشتباهو کرد، اومدن و بعد اون بدبختی که برنده شده بود شبش یه جورایی به هم ریختی شد دیگه. نه دیگه، همونجا درستش کردن. درست کردن، ولی اون حسه و اون عشقه و اونا همه از بین رفت دیگه. یارو اصلا ازش بده من دست خودم برد کنه. او در زم آقای امیرقاسمی کجا زدت این انگلیسی؟ من نمیدونم چی زده، اصلا نمیدونم. داسته اینستش که من چند روز پیش گرفت دیدم شهرام تو ماشین بودیم و اینو بردشیم داشتیم، دستم خیلی درد میکنه، واقعا اینجام خیلی درد میکنه. و بعد برگشتم گفتم که به شهرام گفتم که این دست من ببین چی شده، نگاه کرد گفت چرا باد کرده، چرا قرمز شده و از این حرف و اینا. خودم حالا رانندگی هم خیلی سخت شده واسه دستم، خیلی درد میکنه. بعد رفتیم و خونه دیدم درده بیشتر شد، درده بیشتر شد و گفتم که این چی میتونه باشه و نکنه مثلا جایی زدم چیزی شده. ولی نه، همینطوری بزرگتر رو زدم آقای دکتر کارندیش. خب گفتم دکی جان من دستم اینجوری شده چیکار بکنم اینا. گفت عکس بگیر واسه من بفرست، عکسی بگیر. ما هم یه دونه عکس نگرفتی، من زوایای مختلف، پشت بازو اینجوری اینجوری، همینطور عکس های مختلف گرفتم. ببینید دیگه مثلا جمالت عشق است و اینا. خلاصه عکس ها رو گرفتیم برای ایشون فرستادم و ایشون نگاه کردن گفتن این خیلی بده، به خاطر اینکه این یک چرک داخل استخون داخلیه و این خیلی سخته، به خاطر دم جوینت هستش، چون اینکه خم و راست میشه است و به خاطر همین هم باید سریعا شما استراحت بکنی، آب زیاد بنوشی و آنتی بیوتیک بهت بدین بخوری و قرص تایلنال بخور و از این حرفا. خلاصه ما الان چندین روز همینطوری، حالا کوچیکتر شده، دست که میکشیدی مثل یه ولی عنکبوت نبود، مثل کوهای جبل طارق شده. ایشون عنکبوت شده، عنکبوته. ایشون گفتن میتونه یه چیزی زده باشته. هم فکر کنم عنکبوت گفتن میتونه یه چیزی زده باشته، ولی البته خیلی چیز آدمو میگزه. آره
آره این هم جزو همون چیزاست که میگزه چیزای چی گزه هست اینا. آره آره این هم همون حالته ولی کبوتشه. گزیده ایشون رو برای تولدش بهش کادو داده. کادو داده بود. آره خلاصه درد بیش از اندازه، درد سختی داشتم، تب نکردم ولی دردم خیلی زیاد بود و روزای اول اصلا کلن یه جورایی به خاطر این آنتیبیوتیکی که میخوردم اینا به گفته زبان انگلیسی نکت اوت بودم. بله آنتیبیوتیکی هم که میخورید باید ماست بخورید. به تو نگفتن؟ نخیر. بله نخیر. باید ماست. آخه به گفته شیر نباید خورد با آنتیبیوتیک. ماست میگن باید. ماست بخورید. حالا بپرسین شما. خانم سروش ماشاءالله روش زیاده. آره به خدا از اینجا خانم سروش یه بار من قلبم ناراحت شده بود ایشون گفتن عرق نسترن بخور مثل آب رو آتیش. من عرق نسترن رو یه روز خوردم بوش نکردم رفتم دکتر گفت چی عرق نسترن چی رگی قلبت گرفته یه حرفا چی بخواب. خب دفعه اول خوابیدی باز دوباره دفعه دوم شد دفعه دوم حالم بد شد اوایل کرونا بود اوضاع خراب وضع داغون زن زدم گفتم خانم سروش خیلی حالم بده چه بروی که خانم سروش زن داشت هر خود زن زد البته آره دور نگم اتفاق اون زن زد گفتم زهرشون آره اینجور گفت چی شده آیا حسینی گفت ببین آیا حسینی شما الان دو روز این حالت هستی خیلی حالت بده و از این چیزا اینا شما بهترین کار براتون حالا مزاج من مشکل بود بهترین کار برای شما آب هویجه آب هویج آب رو آتیش آب رو آتیش آب هویج. مرسی زهرا جون از اینکه سعی می‌کنی بکشیش ولی بمیر نیست آب هویج خوردن همانا دیگه مثلا تو تصویر نشسته بودم فقط بودم چی شد فیلمه چی شد؟ تو دیگه آب هویج من فهمیدم. آره، چی شد؟ آخرش چی شد؟ دیگه از اول فیلم مثلا آخرش رو بگو چی شد؟ بعد فیلم بعدی شروع میشد. چی گذشت؟ چطور شروع میشه؟ خب میخواسته تمیز بشه معدت و رودت و اینا. قطره ای در بدن من آب وجود نداره. دست زهرا. دکتر کارندیش همون موقع اون شروع آشتاری ما بود و دکتر کارندیش عزیز از طریق مثلا از طریق زهرا گفتم که دکتر اینجا خودش که گفتم البته خانم سروش همچی حرفی زدن اینا این مثل که اشتباه کرد اینا این هم یادم محفوظ بحیایی گفتش که خب به نظر من شما دیگه نباید اونو میخوردید بله درسته حالا شما بچسبید به این چیزا و شروع کرد ایشون من درمان کردن واسه هم زحمت کشید درستش در نکنه تو اون ایام وحشت همونجا بود که خیلی لاغر شدی دیگه آره آره ایام وحشت نه بعد از اونم شروع کردم 500 مایل راه رفتم 500 مایل من تو دوران ایام کرونا خیلی خوب بود 500 مایل راه رفتم بعد خلاصه خانم سروش چند روزی درست پیش باید سوال کردم آره خب شنیدم دستتون یه چیزی شده گفتم بله بینم گفت اوهم قسمی بهترین شده آب با لیمو ترش کنم ببین گفت با مکنی آب رو آتیشه گفتم ببین زهرا یه بار دیگه از یه حرفا زدی من میدونم تو هرچی میشه آب رو آتیشه نمیدونم آب چی البته اصلا هیچ وقت آدم نباید منم از این کارا انجام دادم که البته خیلی هم خندید من خندیدم البته یعنی نمیدونستم چیه ولی خب چون یکی از دوستانمون یک ناراحتی گرفته بود ما رفتیم سی وی اس من یه دوایی نگاه گفتم این خیلی خوبه اینو فوری بخور من خوردن نبود و ایشون خورد بعد گفت اینجا نام شده نفس نمیتونم بکشم که ما رفتیم بیمارستان بعد ولی من تمام راه وقتی خوندم که چقدر با عجله دادم اینو بخوریدم باوره فقط باید اسپری کنی برای نام کردن اینم نباید میخورده من از خنده داشتم خفه میشدم و اینم یه مسئله هیچ وقت تجویز نکنم ولی نه باز داره چه روی داره ماشالله بازم باب رو آتیشست همیشه آب رو آتیش اسم هم آب رو آتیش میخوریم خلاصه داشتیم درباره حالا دوستی ها صحبت میکردیم و اینا زهرا هم قصه خودشو داره بله.
دیدم دو نفر رو عکس مختلفی ازشون صحبت بود و گفتن که این دو نفر در هالیوود همچنان دوستان خیلی نزدیکی با هم دیگه هستن. اونم درو بریمور بود با کامرون دیاز. آره اینه خب خیلی فیلم آره. بازی کرد. درو بریمور هم که این روزها میدونید یه شو تلویزیونی داره که مثل خانم الن یا مثل آپرا وینفری این شو تلویزیونی رو برگزار میکنه، میگیره میشینه با آدمای مختلف مصاحبه میکنه و درو بریمور شو نام داره، همه هم میشناسنش. خانواده بریمور خانواده بسیار معروفی هستن در دنیای هالیوود و درو هم از کودکی با فیلم ایتی آره و بعد وسطش مشکلات بسیار سخت مواد مخدر مشروب و بعد از همه اینها رهایی پیدا کرد و باز دور زندگی عادی خودش رو پیدا کردش. خیلی دختر خوشگلیه ولی یهو خیلی چاق شد. آره من دوستش دارم. بله. فیلمایم که بازی کرده رو دوست دارم. فیلماش هم خوب بود. اصلا از ایتی آدم انگار دوستش داره. مثل که باهاش بزرگ شده. کاملا همینطوره. بله. بله. ولی خب جیمز باند داره میادش. بله. هفته پیشم دربارش حرف زدیم. ولی صحبت ها همه جا راجع به جیمز بانده، یعنی هر چنلیه که باز میکنین حرف در مورد جیمز بانده. حالا نمیدونم که این فیلم چقدر قراره فروش کنه و چقدر سر و صدا کنه. I have no idea. خب حتما خوب خواهد بود دیگه. آره چون حتماً. مردم خیلی منتظر. ولی بلیت سینما هم خیلی گرون شده. بله نه الان شما خیلی راحت میتونید بلیت سینما رو 12 تا فیلم رو 22 دلار ببینید در طول ماه. شما میتونید برید الان روی AMC A-List اونجا اوز بشید روی AMC کمپانی AMC چی میگن سالون های سینمایی AMC میتونید برید اوز بشید. بعد اونجا وقتی که اوز بشید A-List رو انتخاب میکنید. توی A-List شما ماهی 22 دلار چارجتون میکنن و او اصلا چارج میکنن دیگه اگه بری یا نری چارج میکنن. خب ولی در هفته میتونی 3 تا سینما فیلم ببینی. اوکی آره خسته مجی مثلا خسته که میشه بعد از ظهر بچه که بره مثلا هتلی یا بره خونه اینا استراحت بکنه میره تو سینما میخوابه راحت. آره 22 دلار میده. آره خیلی گرمتر میشه ولی خیلی خوب چون هر الان سینما وقتی میرین مثل که خودش 22 دلار. اگر شما فیلم آی مکس برید بالای 20 دلاره. آی مکس فیلم هایی دو سالن های آی مکس نشون داده میشه بالای 20 دلاره. فیلم هایی که سینما های دالبی نشون داده میشه بالای 20 دلاره. فیلم های سینما های پریمیوم باز دوباره همین حالت هستش نزد 18 دلار اینطور هست. ولی شما با این کار تازه شما پوینت جمع میکنید که بعد از نسبت به این پوینت ها که خرج میکنید هر خرجی که بلیت میخرید بعد از یه تعدادی میتونید پاپکورن مجانی، هات داگ مجانی اینا رو بگیرید. خب چه کار خوبی کردن که مردم رو اینطوری میکشونن به طرف A-List. خیلی وقت قبل از کرونا بود. دوران کرونا اینو تعطیلش کردن دوباره اکتیو هستش. برای همین یکی از ارزان ترین راه هاست اگر که ساندویچ کالباس و سوسیس خودتون رو با خودتون ببرید سینما. یه با ما یک کاری کردیم، یه ساندویچی از توی گلنده من خیلی خوشم میاد ساندویچش. ساندویچ سوسیس اینا داره اسمش هم نمیدونم چیه، به نام ساندویچ ایرانی میشستمش تو گلن هوکسه. بعد این آقای یه آقای بد اخلاقیه اسمش والوده. آقای والود اوکی. من با من خیلی خوبه، منم دوستش دارم والودو. آقای والود کاری هم به کار نداره، روزا سر از سه برازار میبنده ده. سه برازار تعطیل میکنه. اگه تا ده شب من باشه پر من آره. یه بار رفتم اونجا آره. خیلی شوخی نداره با کسی آره. خیلی خوبه. من یه بار این کار خواستم برم سینما بهش گفتم والود جان از سه بعد از اون ما ساندویچ گرفتیم این ساندویچ ایرانی که ما بچه بودیم عشقمون کالباس کانادا بود دیگه. خلاصه کالباس آره. جامبون که آره. بعد خلاصه ایشون رو گرفتیم ازش چند تا ساندویچ گرفتیم آماده رفتیم بردیمش تو سینما. آره این آمریکایی‌ها دور و بر ما آره دیگه پیاز و باز پیاز نمیذارن توی ساندویچ چیه سبزی میذارن سبزی میذارن با یه چیزی قاطی میکنن دیگه نه دیگه سبزی پیاز جعفری دیگه پیاز جعفری داشت نه پیاز جعفری داره خب یه جوری خصوص یه سری اونجوری بود من با خیارشور اینا دوست دارم ولی بوی این سوسیس سینما رو گرفته بود از این ور مثلا فکر کن داریم یه فیلم
که چیز می‌بینی آنچنانی و اینا رفته بود اینا آمریکایی نگم شما که در ایران زندگی می‌کنین الان ساندویچ کالباس می‌خورین ما یه ساندویچ کالباس که صبح می‌خواستیم بریم مدرسه می‌خریدیم این ساندویچ کالباس بزرگ بود 12 ریال 12 ریال اصلا 12 ریال دادن یعنی چی آره نمیدونید یعنی چی یه تومانی میدادیم با دو تا قرون یه قرونی 12000 12000 میگفتن دیگه 12 ریال 12000 آره الان دیگه گفتنش هم برامون سخته ولی همونقدر بود اینه میگرفتیم یعنی خیلی گرون بود تازه مثلا ساندویچ به این بزرگی قدم خوشمزه بود میچسبید باورتون نمیشه میبردیم مدرسه دوران من البته 12000 نبوده ولی ایشون الان میگه خیلی خوب بود بعدم دیگه تو مدرسه دیگه زمان دبیرستان اونجا دیگه یه زیر یه چیز داشت که خودشون درست میکردن بعد کوچیکش بود 5000 5 ریال بعد میگفتن 5000 آره 5000 خیارشور میذاشتن داشت گوجه فرنگی و اون موقع بعد اینا واسه بگم تو داستان که ویدا جون دارن درباره اون زمان تو صحبت زمان ناصرالدین شاپ اینقدر خوب بوده همه با اسب و دلیجان و اینا رو میبردن اینا رو مدرسه و خیلی کاش که فقط آسفالت بوده دیگه حرکت زمین خیابون ها خیلی سخت این آره چون زمان ایشون دیگه قطارهای سری سر میرفته به زمان من زمان خاکی بود آره دیگه زمان ما قطار لازم نبود موشک بوده میزد زمان ما دیگه آره دیگه ما سوت میزدیم میرفتیم اونجا گفتیم اسکاری پیک می آب اسکاری آره تونه اسکاری رو نه پیشتازان فضایی بله چرا یادم آره اسکاری بی میاب داشتن باز میگفتن که همه چی دیگه داره کامپیوتری میشه دیگه همه چی دنیا خیلی خوبه خیلی عالیه ماشین میشینی دیگه درایو نکنی بشینی ماشین خودش درایو کنه بره. شما تراست میکنی که ماشین درایو کنه شما برادر من همینه میگم گفت یعنی چی مگه میشه تو بشینی ماشین درایو کنه بله پشت رول باشم آره ولی باز باید حواست باشه به نظر گفتم به یه من دفعه اول چند سال پیش ماشین من گفتم خودش پارک میکنه ماشین خریده بودم گفتم خودش پارک میکنه منم خیلی با افتخار گفتم میشینی پشت رول دکمه رو میزنی و این میسی خودش پارک میکنه خب. ماشینو پارک کرد ما هم رفتیم اونجا و گفتی خود برو این وقتتر و خود ماشین بهمون دستور میداد برو اینجا و حالا وایسا حالا دکمه رو بزن دکمه رو زدم نشستم بوم کوبی به دیوار واقعا؟ به جان تو خب واسه چی کوبی؟ ماشین فکر کنم 4 روز بود خریده بودم خب برای چی زد؟ قاطی کرده بود حالش بد بوده خسته بوده نه اصلا من تراست نمی کنم من تراست نمی کنم خلاصه ما رفتیم گفتیم بابا شما گفتیم ماشین خودش پارک کنه شما باید یه جایی که دیوار نزدیک بوده نمی رفتی یعنی چی اگه قرار پارک کنه حالا الان هم همین میگه بشینید خودتون پارک میکنه ماشین نه اصلا تراست نکنه همچین چیزایی پارک اینا خبری نیست اصلا نه من تراست نمی کنم شما هم تراست نکنم پارک پارک چیه شما به تسلا مثلا اطلاع میدیم یه من اینجا وایسادم بیا خودش میاد الان دارم تو این طرح جدیدش اینه دیگه ماشین خودش میاد برای بغل شما مثلا شما رفتی دم سینما دور پارک کردی خب اگه یه آدم میخواد رد شه بعد این نمیزنه به این آدم نه نمیدونم من هنوز یه ذره ولی خیلی جالبه این حالا واسه تو گفتم اینجوری میاد وای میسه برای شما از تو پارکینگ میاد بیرون میاد جلو تو وای میسه نمیدونم هنوز یه ذره یه نمیدونم قانونی هست یا نیست ولی این کارو میتونه بکنه این مسئله هست قانونی بودن نبودنش نمیدونم حالا قانونی گفتم جلوی پلیسا دیدم این نفر توی هالیوود بولوار با قشنگ با جرأت تمام وسط خیابان هالیوود بولوار جلوی 3 تا پلیس لس آنجلس واسه خودش با آهنگ مایکل جکسون بریک دنس میکرد این در واقع مون واک هستش که بریک دنس نیست ولی مون واک ولی خب بالاخره داره انجام داده دیگه این داستان آی فیل گود ما هر هفته دوستیم صحبت کنیم هفته گذشته یه توضیح دادیم ولی نرسیدیم بهتون نشون بدیمشون اگه موافق باشید این قصه آی فیل گود قصه معروفیه خیلی باحال دیگه چطوری نفری که بغل دستت هستش رو چجوری میتونی یه دلهوره براش به وجود بیاری که بالاخره باعث خنده هم میشه دیگه اونایی که سرشون دلهوره پیش بیاد آی فیل گود آره
اونا به هر صورت عصبانی میشن، بعضیشون بعضیشون ناراحت میشن، دلخور میشن. یه بار من باید بلا سر تو بیارم. آره باشه، یه جایی که وایسید بعد یکی بگم فیلم بگیره. آره میدونی من تو این مسئله خیلی چیز اتفاق نمیفته، چون خیلی مثلا سعی کردم منو بترسونن و اینا، من خیلی باور کن خیلی ریلکس از بغلش رد شدم. آره میگن حواسش نداره، میگن چیز حواست نیست که جای دیگه است، برای همین نمیپری از جات، ولی نمیدونم دلیلش چیه، کلا اینجوری ام. ببینیم اگر موافق باشید بازم نگاه کنیم، یکی دیگر هم ببینی. حالا یکی دیگر هم ببینی. بازم نگاه کنیم، یکی دیگر هم ببینی؟ اصلا ایش دوتا دیگر ببینیم دیگه. ببینیم سلامالیه. I feel good. نه I feel good. I feel good. بله. همش good. همه چی good. خدا رو شکر همه چی good. خیلی عالیه. خب بفهمید. در خدمتم. نه دیگه، برنامه ها که شروع شده بعد از 18 ماه کسایی که موزیسیان های معروف امریکایی دور هم جمع شدن و دارن کنسرت بزرگی رو به روی صحنه میبرن و خوشحالن که بعد از 18 ماه میتونن این کار رو انجام بدن. اما درخواست بزرگی کردن، خیلی جالبه که آمدن توی تلویزیون و گفتن ما میخوایم که این کنسرت رو روی صحنه ببریم، اما خواهش بزرگی که داریم اینه که وقتی به کنسرت میاید ماسکتون رو بر ندارید. آماس بر ندارید. بر ندارید. خیلی جالب بود. البته خیلی از سالن ها به خصوص سالن هایی که جمعیتشون بالای یه تعداد خاصی الان هستش، مطمئن نیستم چند نفر بود، یا 5,000 نفر یا 10,000 نفر، مطمئن نیستم، نمیخوام نمیگم. قانونش در لس آنجلس این قانون اومده که شما باید یک واکسن نشون بدید، کارت واکسنتون رو داشته باشید وقتی به سالن میرید برای دیدن یک کنسرت. میدونم 100% برای ایگلز و برای این سری کنسرت ها همشون اعلام شده، کنسرت هایی که در فوروم، در استیپلز و مسابقات فوتبالی که ازش، باید کارت واکسنتون رو داشته باشید و به نشون بدید که شما واکسن زدید و بعد شما رو وارد بکنن. اونجا هم خودشون ازتون درجه حرارتتون رو چک میکنن، هر کسی که میخواد وارد سالن بشه. اما تو رو خدا باز هم میگیم کارت دروغی نبرید. هم جریمه داره هم براتون پرابلم میشه. البته من میدونم که ایرونی ها این کار رو نمیکنن و امیدوارم که نکنن، برای اینکه واقعا یه کار خیلی غیر قانونی بدیه، مخصوصا اگه اسم ایرانی روش باشه. متاسفانه حالا یه چیز جالب واسه تو میگم، بعضی از دختر خانم ها یا ایران بگن که واسه یه آقا پسراشون یا دوست پسراشون یه سگ بخرید، چون سگ خشای متفاوت، اگر بر هر جا میره بگید بعد این با خودت ببری، به خصوص اگه داری میری سفر، چون سگ نمیذاری کس دیگه بیاد این آقا رو ماچ کنه. به خدا من یه نوعشو دیدم باورم نمیشد. یعنی چی؟ یعنی سگه طرف میخواست نزدیک بشه، سگه دندونای نشون میده به این خانومه که خانومه اصلا میگه آقا اشتباه کردم ببخشید ما رو. چیزایی میگه. نگاه بفرمه. آره، اینه. این هر کسی میخواستید با
برای دوست پسر خودتون یا نامزد خودتون یا همسر خودتون این از این سگا بخرید. بی خودی میگه. چیز بی خودی یعنی چی؟ بی خودی میگه. چرا بی خودی میگه؟ هفته پیش در مورد این صحبت کردیم که گروهی آمدن که در مورد محیط زیست صحبت میکنن. بله. در این مورد که گلها رو نکنید، بهشون برسید، درخت ها رو نزدید، اینا همه باعث این میشه که ما بتونیم اکسیژن بیشتری داشته باشیم، محیط زیست بهتری داشته باشیم و خواهش ما اینه که این کار رو نکنید، بیشتر سعی کنید به درخت ها و گل هاتون برسید. البته بعضی از گل ها رو میگن که باید چید که تا دوباره رشد بهتری داشته باشن، مثل روز این حالت داره. بله، ولی میگن خب خیلی از گل ها رو مثلا شما وقتی که میرید متاسفانه سر خاک، مثلا این همه گلهای زیبایی رو که میارن بعدش همه رو میریزن اون تو و از بین میره. نه میگم این گلها رو حیفه. در ایران من شنیدم که به جایی که گل طبیعی استفاده بکنن، یک گروهی آمدن به گلهای مصنوعی استفاده میکنن و پولش هم جمع میکنن و میدن به جاهایی که احتیاج دارن. بله. درصدی به اونا کمک میکنن. و چقدر خوب. کار خوبیه که ما دیگه این گلهای طبیعی رو استفاده نکنیم. در فورستان لس آنجلس چون به کوه وصله این مزار یا این آرامگاه به کوه وصله، درست در همسایگی تعداد بسیار زیادی از این گوزن ها و آهو هاست، به خاطر همین این گلاری که میخرید و میبرید اونجا اونا میان میخورن، شبها آهوها میان و این گلارو میخورن و میبرن. به خاطر همین حالا اگه گل خریدید و بردید در آرامگاهی که بالاخره اونا هم سیرشون میکنید، اگرم نکردید این کارو، این کاری که شما میگید بسیار کار قشنگیه، قدم خوبی هم هستش که کسانی که نیازمند هستن و اونهایی که روی این کره خاکی همچنان زندگی دارن میکنن و سختی براشون میکشن به اونها برسید. خیلی هم عالی، خیلی هستش. بسیار عالی. به صورت امیدواریم که خوب و سلامت باشید. مرسی از همه شما که برنامه ما رو دنبال میکنید و به زودی هم برنامه های جدید دیگه ای داریم که تموم شد برنامه ما. بله، با اجازت تو دیگه برنامه امروز تموم میشه، امشب هم تموم میشه. این وقتی با من میشینه همینطور از برنامه لذت میبره و میخواد ادامه بده برنامه رو، ولی خب وقت برنامه ما به پایان میرسه. چه خبری داشتی؟ من گفتم آقایون خب خیلی دوست دارم با این ریموت کار میکنن. آها. یه وقتایی برای خانماشون استفاده کنن به این صورت. Mira, yo no quiero pelear contigo, pero yo no puedo seguir haciendo las cosas de la casa y tú viendo la televisión el día entero, mi vida, ¿entiendes? ¿Cómo es posible que tú puedas ver ese canal ahí todo el tiempo viendo la misma novela, la misma cosa, y no sé? La perra, la niña, todo lo tengo que hacer yo, mi sobrina, todas las cosas. Yo no puedo seguir así, yo no quiero discutir con eso. Aunque no lo viste de Grish, ¿acaso estáis pensando? ¿En serio? ¿Me estás diciendo, mi joder, tío, que no es para tanto? ¿Que las cosas hay que hacer en pareja? ¿Que no? اینم شوخی برای خانم ها و آقایو. خیلی خوشحال شدم، چقدر بانمکه واقعا. البته خانم ها برای آقایون باید استفاده کنن. مرسی از همتون، تا وقتی دیگر برنامه. خدا نگهدار.